در ادامه موعظه سرکویی که ما هفته‌های پیش با هم خوندیم، امروز رسیدیم به بحث شیرین خشم، بحثی که شاید در فرهنگ ما خیلی قشنگ جا افتاده و کلام خدا در رابطه با مسائلی که انسان امروز باش دست و پنجه نرم میکنه هم تعالیمی داره که بده، و عیسی مسیح همونجور که میبینیم در این قسمت در رابطه با خشم صحبت میکنه. خشمی که اینجا عیسی مسیح راجع به صحبت میکنه اشاره میکنه به قانون ششم فرامینی که موسی در خروج فصل 20 داد، اون ده فرمانی که ما میشناسیم، و در ده فرمان فرمان ششم این بود که قتل مکن. امروز اگه ما بخوایم یه دایره ما بکشیم و در این دایره بگیم خب من آدم خوبی ام توی این دایره ام، چون که من آخرین باری که کسی رو کشتم یادم نمیاد، اون دزدی هایی که در اون زمان بوده که دزدی نکن، قتل نکن، زنا نکن، ده فرمانی که داده شده بوده، به نوعی یک قدرتی داده بود به خیلی از آدم ها که خودشون رو جدا کنن از بقیه آدم ها، مثل قتل نکن، مثل دزدی نکن. و کسانی که این کارها رو به نوعی نمی کردن یا زنا نمی کردن و کسانی که در جامعه این کارها رو انجام می دادن جدا می شدن. و امروز هم همینطوره. امروز زمانی که ما کلام خدا رو میخونیم و تورات رو میخونیم، میبینیم که نوشته قتل نکن و میگیم خب من نکردم. و اون شخصی که امروز، اون کسی که مسلمونی که در داعش هستش و ما میشنویم در اخبار که مثلا تو همین پاریس که این همه قتل صورت گرفته و اشخاصی که هر روز دارن میکشن، قاتلینی که هستن و ما در اخبار میبینیم، ما سری خودمون رو به خاطر این قانون و این دایره که دور اونها و اونها بدن میکشیم خودمون رو جدا میکنیم و ما انسانهایی هستیم که خوب هستیم. عیسی مسیح تو این قسمت در رابطه با قتلی صحبت میکنه که تمام انسانها به خصوص ما مسیحا میتونیم در دل انجام بدیم. صرفاً قتل، صرفاً کشتن کسی که کلام خدا به او رو قتل خطاب میکنه، این نیستش که ما چاقو درارین یا با تفنگ رو بکشیم، بلکه عیسی مسیح داره اون رو به یک لول دیگه میبره که اینجا ما میخونیم. اگه خاطرتون باشه با من بالاتر نگاه کنید، آیه 17 رو نگاه کنید، فصل 5 آیه 17، عیسی مسیح میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات و صحف انبیا را باطل کنم، آمدم تا آن را کامل کنم. که هفته پیش نگاه کردیم بهش که دیدیم که کامل کردن عیسی مسیح معنیش اینه که بعضی جا اومده دوباره اون رو بازگو کنه، تایید کنه، جایی اومده اون رو شدت بده و اون معنی اصلیش رو برای ما آشکار کنه. و بلافاصله بعد از اینکه این رو میگه در آیه 21 میگه شنیده اید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کنه سزاوار حکم است، و اشاره داره میکنه به اولین که همون موسی هستش و قوم اسرائیل و اون فرمانی که از طرف خدا توسط موسی داده شد. دایه 22 میگه اما من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، و هر که برادر خود را راغا گوید مستوجب قصاص باشد، و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. چیزی که عیسی مسیح تو این قسمت میگه خیلی برای ما که امروز میشنویم باید خیلی سنگین باشه، چون که امروزه ما به راحتی همدیگر رو میتونیم احمق خطاب کنیم، میتونیم همسایمون رو احمق خطاب کنیم، میتونیم اون کسی که یومی پیچه جلومون رو احمق خطاب کنیم. ولی نمیدونم آخرین باری که شما کسی رو راقا یا در کلمه اصلیش راکا خطاب کردین رو یادتون میاد یا نه. کلمه‌ای که اینجا استفاده شده همون کلمه‌ای هستش که در یونانی به کار میره و به نوعی چون در زبان انگلیسی شاید سخت بشه اون رو ترجمه کرد، ولی به زبان فارسی یک کلمه رو میشه خوب ترجمه کرد، همون کله پوک خودمونه. که یک نفر رو کله پوک خطاب کنی، یعنی به یک نفر بگی که تو هیچی تو سرت نیست و ارزش اون شخص رو اینقدر بیاری پایین در اون لحظه با اون نوع حرفی که بهش میزنی. و عیسی مسیح میگه اگه کسی رو اینطور خطاب کنی تو مستوجب حکم و آتش جهنم هستی. همونجور که الان میبینیم از اون قتلی که عیسی مسیح راجع بهش صحبت میکرد و در ده فرمان بود که کسی که قتل میکرد آتش جهنم، حکم و داوری در انتظارش بود،
امروز کلمه‌ای که ما استفاده می‌کنیم و کسی رو مخاطب قرار میدیم، احمق یا کودن یا کله پوک، و کسی رو بی‌ارزش می‌کنیم، این باعث میشه که ما در جایگاهی بیستیم که مستوجب حکم و مستحق مجازات و حکم باشیم.